سلام، خوش اومدیم به 18 شماره از روزنامه توپ تیوی. امروز یک شنبه دوم دیماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. شرایط پرسپولیس برای جذب ستاره برزیلی. ولینگتون برزیلی یکی از گزینه‌های مد نظر باشگاه پرسپولیس تحت قرارداد باشگاه شونان بلمار ژاپنه و تا 30 ژانویه با این باشگاه قرارداد داره. این در حالیه که نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر کشورمون در تاریخ 26 ژانویه به پایان میرسه. با این تفاصیل باشگاه پرسپولیس از ایجنت این بازیکن خواسته قراردادش رو باید تا قبل از 26 ژانویه فسخ کنه تا بتونه به عنوان بازیکن آزاد راهی پرسپولیس بشه. پشت پرده ابقای ساپینتو، مظلومی سرمربی پرتغالی رو حفظ کرد. از باشگاه استقلال خبر میرسه که در جلسه اخیر هیئت مدیره این باشگاه و قبل از شروع رسمی جلسه، در جلسه 3 نفری میان ساپینتو با فتح‌الله زاده و مظلومی، سرمربی سابق استقلال و عضو فعلی هیئت مدیره، از مرد پرتغالی حمایت کرده و با قدرت از اون و ادامه همکاریش با استقلال به دفاع پرداخته. طبق شنیده ها تا اون زمان مدیریت باشگاه هم شخصا با راهکارهایی در صدد قطع همکاری با مربی پرتغالی بود. جریمه بازیکنان استقلال قطعی شد. بعد از ناکامی استقلال مقابل سپاهان، جریمه آبی پوشان قطعی شد. شنیده میشه جریمه در نظر گرفته شده برای بازیکنان استقلال قطعیه و فقط اعضای هیئت مدیره میخوان درباره چگونگی جریمه بازیکنان، اهم از مالی یا اشکال دیگر، به جنبندی لازم برسند. مشکل بزرگ فولاد برای فروش بازیکنان. ارزش قرارداد پاتوسی با باشگاه فولاد 500,000 دلار بوده و دستمزد کولیبالی هم 450,000 دلاره. هر دو بازیکن گفتن فقط در صورتی جدا میشن که کل دستمزد خودشون رو دریافت کنند. اما باشگاه فولاد به دنبال اینه که تیم جدید این دو چهره باقی مانده دستمزدشون رو که حدود 60% قرار داده بپردازه. تا الان باشگاهی حاضر نشده که خواسته فولادی ها رو برای 1.5 فصل بپذیره. پرسپولیس قید جذب بازیکن داخلی رو زد. با توجه به درخشش محمد عمری در بازی‌های اخیر پرسپولیس، رضا درویش از یحیی خواسته که به جای اینکه به دنبال جذب بازیکن معمولی از تیم‌های دیگه برای پر کردن نیمکت باشند، بهتره که به بازیکن‌های جوان تیم فرصت بازی داده بشه. با این شرایط، پرسپولیس در ادامه فصل نقل و انتقالات فقط 1 بازیکن خارجی جذب خواهد کرد.